ارائه بکنم. خاطراتی از بنی سعد دارید؟ از کنم من سال 58 معاون سیاسی استاندار کرمان شدم. ایشون در همون زمان برای یک مناسبتی به کرمان آمدن و حالا بازدیدشون که تمام شد، موقع برگشتن برخی از شخصیت‌های نهضت آزادی هم همراهشون بودن. من وقتی رفتم تو من در تهران کاری داشتم که قرار شد با هواپیمای بنی صد برگردم. خب تو هواپیما که رفتم دیدم که مهماندارای هواپیمای اختصاصی آقای رئیس جمهور اسلامی ایران هیچ حجابی نداشتن، یعنی با بی‌حجابی کامل و با آرایش‌های خیلی غلیظ. بنی صد بنابراین اعتقادی مثلا به حجاب واقعا به نظر من نداشت. ببخشید منظورتون از این که هیچ حجابی نداشتن یعنی چی؟ یعنی سرشون کاملا برهنه بود، مهماندارای زن، یعنی حتی یه روسری معمولی هم سرشون نبود. هواپیما اختصاصی آقای رئیس جمهور بود. همون ایام سر صدا شد که آخرین چه مثلا حالا جمهوری اسلامی شده، یه مش خانوما مثلا میان با این لباسای چزا پرایش کرده چه تو وزارت خونه ها و اینا دیگه مناسب نیست با جمهوری اسلامی. بود که امام به دستوری فرمودن که خانوم ها یا باید حجاب داشته باشن و یا اینکه باید اخراج بشن. اولین موردی که در مسائل اسلامی باز من دیدم بنی صدر موضع گیری کرد اینجا بود. در شورای انقلاب بنی صدر گفت یعنی چه؟ من به زنم هم نمیگم لچک سرش کنه تعبیر رو سری لچک میگم. تعبیری که مثلا بعضی توهین آمیز مثلا میگن لچک، میگو من به زنم هم نمیگم لچک سرش کنه، دلش خواست خوب بکنه خوبه بکنه. اصلا مسائل دینی اکراهی نیست که لا اکراه فی الدین. حتی یادم این آیه رو میخونم که لا اکراه فی الدین، مثلا زور نیست که خب بالاخره کسی دلش نمیخواد شادش یا حجاب بشه. ولی خب امام دستور قاطع دادن و جرک هست که دیگه حجاب رو نمیخواد تصفیه کنید حساب شد باز خرید کنید برند.